نهضت امام هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم همه سیاسی بود. از شروع دوران غیبت کبرا با اولین نایب، با اولین فردی که منصوب شد تا امروز 61 نفر لحظه، بدون اینکه لحظه‌ای در این وقفه ایجاد شده باشه، تا الان زعامت امت شیعه رو عهده‌دار بودن. این 61 نفر هم نهضتشون عیناً نعل و به نعل کپی برداری از 12 امام خودمون بوده که خب میشناسیم. یک جایی سید رضی به عنوان یکی از این 61مین نفر تلاش میکنه ببینه که چطور باید خط شیعه رو تمیز بده و تشخیص بده. این مملکت مملکتی نبوده که اصلا مسلمان نشین باشه. اون قسمتش هم که مسلمان بوده در زمان غیبت کبرا، بخش قابل توجهش رو عزیزان اهل سنت اینجا بودن. این جمله رو همواره دوستان مد نظر داشته باشن. جمله مقام معظم رهبری است، ساده ازش از کنارش نگذریم. نقل به مضمونه این برنامه به سوی ظهور که شبکه دو پخش میکنه، این چند بار اینو پخش کرده، حتما مراجعه کنید، باز هم این رو منعکس میکنه. ایشون میفرماد قریب به اتفاق انبیا ناموفق بودند. جمله تکان دهنده است. ائمه اطهار هم اغلب ناموفق بودند. دوستان ممکنه بگن آقا اونا مکلف به انجام تکلیف بودن. فرق میکنه اینکه حضرت امیر به اون شکل تکلیفشون انجام دادن یا اینکه توفیق حاصل میشد حکومت را مینداختن از همون ابتدای پس از رحلت جانگداز رسول مکرم اسلام و مدل رای میکردن. اینجوری توفیق مد نظر ایشون هست. و اگر ما به وظیفمون عمل نکنیم، معلوم نیست که حضرت هم موقع ظهورشون موفق باشند. این خیلی جمله تکان دهنده است. به عنوان نفر 61م، زعیم 61م که قطع نظر قطعی دارم من، به دلیل اینکه بالاخره به عنوان یک متخصص علوم استراتژیک و مباحث فیوچرولوژی و آینده شناسی این گزاره‌ها رو ما می‌بینیم، خیلی از جاها بایستی یک دوجین استراتژیست مشاوره بدن که این افراد بتونن اداره کنن یک سیستم حکومتی رو. اما هم امام راحل هم ایشون رو می‌بینیم معظم الله یه جاهایی تو صحنه میان موارد رو ارائه میکنن که در واقع از پیچیده ترین فرمول های طرزی استراتژیک در واقع دقیق تر هست. نشون دهنده اینه که یه کسی داره اداره میکنه این جریان رو. و اون حضرت این 61 نفر رو تا این لحظه اداره کردن. و تلاش این نهضت انتظار که میگیم به این معنا نیست که حضرت رفتن در غیبت کبرا یه روزی بیان جهان پر فساد شده باشه بیان اصلاح کنن. نخیر، در طول این مدت حضرت کاملا اشتغال داشتن، نهضت رو اداره کردن. اول لازم بود حد فاصل شیعه با دیگران معلوم بشه، لذا خواهر کوچیک قرآن رو سید رضی نشست جمع کرد، نهج البلاغه. ارزش جمع کردن نهج البلاغه در طول مسیر نهضت شیعه به هیچ وجه از انقلاب امام راحل کمتر نبود. شخصیت بزرگی مثل علامه هلی، عظمتی که این فرد داشته، فقط یک قلم تأثیر فرهنگی این فرد رو بر تمدن اسلامی و ایرانی ما ببینید. پسترین حکم فقهی ایشون، پسترینش این بوده که برای ادای احکام تخلی کسی بیرون میره دستشویی ها و توالت ها رو به قبله ساخته نشه. شرق و غرب این کشور، شمال جنوب این کشور، روستا و شهر این کشور، کدام مهندس با سواد و معمار و بنای بی سوادی است که امروز بنایی ایجاد میکند و ابتدا جهت قبله رو مشخص نمیکنه و جهت دستشویی های اون رو متفاوت از جهت قبله نمیگیره؟ این گزاره تمدن سازیه دیگه. کسی 60 سال عمر میکنه به عنوان مسلمان، از دنیا میره، نمیدونه برای احکام تخلی بیرون میرفته، هیچگاه رو به قبله نمینشسته. پسترین حکم فقهی این. حالا اون احکام دیگه شون که نجات دادن مسیر حرکت شیعه رو. کاشف الغطاها، میردامادی استرابادی، شیخ تبرسی، همینطوری بیاد جلوتر تک تکشون، از قبلی ها شیخ مفید، به نسبت این 61 نفر تا میرزای شیرازی، شما به محقق کرکی که میرسید میبینید مجوز و مشروعیت به شاه طهماسب میده. شاه طهماسب اهل سنت میره در نجف محضر ایشون که آقا به من مشروعیت بده. اولین حکم ولایت فقیه اونجا نوشته میشه، مشروعیتی رو به ایشون میده که آقا شما حکومتت مشروعیت داره، اگه خلاف این عمل کنی خلاف حکم قرآن و رسول عمل کردی. و ایشون میاد یه حرکت فرهنگی کوچک صورت میده،
ببینید چقدر این ارزشمند بوده. وقتی شیعه تقیه میکرد و هیچ کس جرأت نمیکرد بگه ما شیعه هستیم، درست میبینیم در شرایطی بعد از اینکه این تلاش‌های مستمر به نتیجه نشست و شیعه ایجاد شد، بس پیدا کرد در ایران، محقق کرکی را میفته. محقق کرکی اصلاً لبنانی الاصله. پشت سر شاه طهماسب میاد ایران و میگرده در ایران، دستور میده بالای مساجد مناره و گلدسته بسازن و اذان دادن رو در این مملکت ترویج میده. چه اتفاقی میفته؟ فقط برای یک شعار، برای اینکه صبح و ظهر و شام شعار داده بشه که اشهد ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله. این اون حرکت فرهنگ سازی بوده که اینها صورت دادن میلیمتر به میلیمتر. اداره این حرکت توسط خود حضرت بوده. نهضت انتظار حرکتش گام به گامه. تحقق ظهور و تحقق مهدویت کار دفع که به صورت یک حرکت در واقع عینی صورت بگیره نیست که بگیم ما دفعتن یه اتفاقی میفته حضرت ظهور میکنن. نه، این حرکت مستمر باید صورت بگیره. رئالیسم و واقع گرایی تحول اجتماعی. لذا اینقدر قوی جلو میاد این حرکت که به زمان علامه مجلسی شما میبینید که این فضای آرام ایجاد میشه، همه ادبیات شیعه رو جمع میکنن. دوستان امروز با چه تعداد حوزه دانشگاهی و مرکز مطالعاتی و این همه امکانات کتابداری و کامپیوتر نیاز هست تا بشه اون 120 جلد بهارالانوار رو جمع کرد؟ یک نفر آدم میشینه تو اون شرایط این رو جمع میکنه. و ارزش و قدرت این حوزه اقتدار زمان حکم میرزای شیرازی مشخص میشه. فتوا رو وقتی میده، قلیان ها رو در درون حرم سرای ناصرالدین شاه وقتی میشکنند، میرزای شیرازی در نجف گریه میکنه. میگن آقا بابت اینکه اثر انقلاب مشخص شد و گرفت شما خوشحالی؟ میگه نه، تازه استعمار قدرت مرجعیت شیعه رو فهمید، از امروز دیگه برنامه‌ریزی میکنه برای شکوندن این حوزه اقتدار.